شکر خداوندم، مرسی پدر، مرسی برای کلیسایی که داریم پدر، در تو شکرگزار تو هستیم خداوندم، مرسی برای فرزندان تو، برای تک تک مقدسین تو خداوندم شکرگزار تو هستیم، مرسی برای فرزندان فیلادلفیا، شکر برای تک تکشون، شکر برای جانهاشون، شکر برای حضورشون خداوندم، هللویا خداوندم، شکرگزار تو هستیم پدر، هللویا خداوندم، تو رو میپرستیم پدر، تو رو میستاییمت خداوندم، شکر خداوندم، هللویا هللویا خداوندم. امروز میخواستم قبل از دعاهام یه چیز رو بگم، ببخشید، من این هفته تو این هفته ها خیلی من درگیر خیلی چیز بودم، فکرم خیلی مشغول بود، ولی این هفته خداوند آیه ای رو به من داد که من خیلی تو این هفته بهش فکر میکردم. میخوام امروز شما هم با من همراه باشین. آمین که خداوند با جانهای ما به طور خاص کار کنه. آیه‌ای که خداوند تو این هفته دائم توی فکر من خیلی مشغول بود این بود که به چیزهایی که در بالاست بیاندیشید، نه به چیزهایی که در زمینه. اگر با مسیح مردید، پس چرا هنوز با این دنیا در ارتباطین؟ این آیه تمام این هفته همش توی ذهن من، تو گوش من بود و دائم میگفتم خداوندم، پدر شکرگزار تو هستم، مرسی که تو با کلامت با ما سخن میگی خداوندم، شکر خداوندم. میخوام این دعا رو امروز برای تک تک فرزندان فیلادلفیا اعلام کنم. نمیخوایم به چیزی که در روی زمینه نگاه کنیم، چون پدرمون گفته به اون چیزهایی که در بالاست بیاندیشیم. هر رویایی که داریم میخوایم، هر رویایی که این دنیا ازتون گرفته میخوام تصور کنین، به حضور پدر بیارین همین لحظه، اون که کلام زنده است، اون که ما رو فرزند خود خواند، ما که لایق نبودیم، ما که در گناه و در لجنزار این دنیا غرق شده بودیم، ولی اون ما رو بلند کرد، بیرون کشید از اون لجنزار، ما رو شست، رخت و لباسی نو بر تنمون کرد و نام فرزند رو بهمون داد. شکرگزارش هستیم پدر. این دنیا تمام رویاهای ما رو میدزده، ولی پدر ما به ما میگه اون چیزی رو که دنیا از شما برده من چندین برابر به شما برمیگردونم. میخوام به یاد بیارین، میخوام به آسمان او نگاه کنیم، نگاهمون به آسمان او باشه و به ملکوت او بیاندیشیم، اونجایی که همه چیز زنده است. میخوام زبانهامون رو جاری بشه، تقدیس کنه خداوند و اون چیزی که پدر برای ما میخواد اون رو به زبان بیاریم، نه اون چیزی که دنیا داره بهمون محکوم میکنه. در تنگی نیستیم، در سختی نیستیم، بی اقامت نیستیم، چون اقامت ملکوتی خداوند رو داریم. بی اقامت نیستیم چون خداوند ما رو مهر کرده به روح قدوس خودش. در تنگی نیستیم چون پدر به ما میگه به اون چیزی که در ملکوت منه، اون چیزی که در بالاست بیاندیشیم. در اون زمانی که با مسیح مردیم، در روحی تازه با او بلند شدیم، پس به نام عیسی مسیح با کلاممون که همچون پدرمون قوت داره، با کلاممون که همچون اون که قدوس عالم جهانی رو با کلامش خلق کرد، پس اعلام میکنی با کلاممون اون رویایی که آرزوی جانت، اعلام کن اون دعایی که آرزوی جانت، به زبون بیار، بذار این دنیا بشنوه، بذار این دنیا بشنوه که تو دیگه بهش تعلق نداری، تا
تو بهش ربط و وابسته نیستی. ما به روح قدوس و ما به ملکوت و وصلیم خداوندم. پس به نام عیسی مسیح اعلام میکنیم پدر، تو برای فرزندانت فراوانی میخوای. ما فراوانی رو اعلام میکنیم بر زندگیمون، به هر جایی که تنگی، اون فراوانی رو اعلام میکنیم. اگر جان من در سختی، خداوندم تو منجی معالم، تویی که وعده دادی ما رو از تنگی بیرون بیاری. پس به حضور مبارک تو میایم خداوندم. اگر در امور مالی در تنگی هستیم، به حضور پدر برکت رو اعلام میکنیم، برکت رو اعلام میکنیم به نام عیسی مسیح. ای خداوند، بر خواهرم، برادرم، پدر، پدر اگر در تلخی های این دنیا خداوند، پدر به نام عیسی مسیح خداوندم، از شراب نیکوی آرامی خودت بر جسم و جانشون ببارون پدر، بذار مدهوش شراب تو باشن خداوندم. به نام عیسی مسیح خداوندم، اگر بیماری هست پدر، به نام عیسی مسیح تو یهوه رافا، شفای تو رو اعلام میکنیم و شفای تو رو به نام میاریم خداوندم. به نام عیسی مسیح خداوندم، بر کلیسامون برکت و فراوانی تو جاری باشه پدر، چون تو گفتی طلا از آن من، نقره از آن من است. ای خداوند، فراخی گستری تو رو اعلام میکنیم پدر بر کلیسای فیلادلفیا و بر تک تک فرزندانت بر این فیلادلفیا. خداوندم نگاهمون به آسمونه، به ملکوت توه، نه به زمین. پدر شکرگزار تو هستیم. هللویا، هللویا، هللویا.